الله قربون تو بشم، من آروم بیا، هیچی نیست، هیچی نیست. شیما جان بشین، بشین قربونت بشم. دورت بگردم من. چرا اینجوری شدی تو؟ هیچی نیست عزیز دلم. الان بهتر میشم، دورت بگردم من، الان خوب میشی، هیچی نیست عزیزم. این چقدر خوبه؟ بگردم من نشو ببین. خیلی خوشم اومد ازش. خب من خیلی گشتم دنباله گوش کارم نخیلی بر نمیداره. حالا هر جوری گشتم خودش نیست، ولی ماشینش هست. یعنی چی؟ نمیدونم. یعنی الان ماشین پایینه؟ آره. زنگم میزنم که جواب نمیده این بچه. دوباره منم بگیرم. زنگ میخوره جواب نمیده. یعنی خلاصی نداری ما از دل شده. زنگ این صدای گوشی از کجا میاد؟ بده ببین. افا کیفشم که اینجا گذاشته. کجا رفتن که کیفرم نبرده با خودش. چجوری میخواد جواب بده وقتی گوشش این توه؟ یعنی چی؟ ماشین پایینه. اه؟ خونه شماست خواهر؟ یعنی؟ الو؟ سلام مامان جان. زهرا کجایین؟ خونه خاله اینا هم، شیمان پیش منه مامان. خونه شما؟ شیما یکم حالش بد شده بود؟ من آوردمش خونه استراحت کنه. خب زهرا خونه ما چی کار میکنی تو خاله؟ داره میگه بگو دیگه ببینم چی شده. نمیگه آدم دلش هزار راه میره؟ الان چطوره؟ الان حالش خوبه، اصلا نگران نباشین، خوابیده، بهتره. خب خدا شکر. خب بذار رو پخش منم بفهمم چی میگه. فقط بی زحمت مامان مراسم تموم شد، میشه لطفا بیاین دنبال من؟ خیلی خب الان تقریبا مراسم تموم شده دیگه، تا یه نیم ساعت دیگه ما میرسیم اونجا. باشه مامان جان، پس منتظرتونم. نگران نباش خواهر. قربونت، خدافظ عزیزم. خداحافظ، خداحافظ. ای چی چی رو خود؟ الو خاله؟ نگران نباش، قطع کرد. حال دخترت بد شده، رفتن خونه. همه رو خبر کردی؟ آره؟ عزیز دلم بهتر شدی، حالت خوبه؟ چرا دست از سر من ور نمیداری؟ چرا هر جا میرم و هر کاری میکنم یا خودت هستی یا این سایه نحست؟ چه جون من میخوای ها؟ شما جان حالت بد بود، ولی من میخواستم ببرمت بیمارستان، خودت گفتی بیارمت خونه. عزیزم من قصد کمک به تو داشتم، چرا اینجوری شدی؟ ببین کمکاتو کردی، الان بفرما برو بیرون، میخوام استراحت کنم. برو بیرون الان مامان، من نیم ساعت دیگه میام دنبالم. الهی قربونت بشم. چرا ببین همین الان برو بیرون، نمیخوام قفا این دست تو رو تحمل کنم. برو بیرون، نمیخوام دیگه ببینم. برو بیرون عزیزم، الهی قربونت بشم. یه لحظه یه لحظه برو بیرون، برو بیرون، نمیخوام ببینم. پاشین پاشین را بیافتید. چرا به خودم زنگ نزدی؟ دیگه اینا جوونن دیگه خواهر. پاشین پاشون پاشون. اگر صحبتتون تمام شد، کاراتون تمام شد، بفرمایید. پاشین اسیر این دوتا جوون شدیم ما. بیا برو بچه.
شما اگه یه چاقو رو بدن دستتون، دسته چاقو اگه تو دستتون باشه، این هم فرصت هم تهدید. اینجا دیگه نمیشه گفت فرصت‌ها و تهدیدهاش با هم مساویه، اینجا خطرش خیلی بیشتر. الان فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از همین قبیل است که دستش دست ما نیست، مدیریت اینها دست ما نیست، مدیریتش جاهای دیگه است. که به هر حال ما به عنوان یک متخصصی نیستیم تو فضای مجازی، اما این رو که داریم تو سطح جامعه میبینیم که خانواده‌های متدین نگرانن که تو خانه‌هاشون کنار پدر و مادر هیچ معلومی تو کجا هست؟ داشتم تو آشپزخونه کمک می‌کردم. لازم نیست دشمن با ما تو سر مرز. من گفتم کمک کن یا کنار دست من باش. پدر من چه فرقی داره؟ هیئت هیئت امام حسینه. حالا چه جلوی چش چه تو آشپزخونه؟ عزیز من تو مو رو می‌بینی، من پیچش مو. بابا این همه آدم اینجا پسر دارن، هیچ کی مثل شما پسرش رو تو چش نکرده. ببینیم جریان چیه. من صلاح تو میخوام، فقط کافیه بگی چشم. معلومه که یه تربیت پنهان داره صورت. زنده باشی. این چیه پوشیده؟ باش پس خونه داشتم کمک میکردم، پیرانه گرفت و جواب سوخت، دیگه اینو بچه ها دادم پوشیدم. مثلا بیشتر به خاطر همین نیومدم تو جمع، گفتم برای شما زشت نباشه. شما من بعد از این کمک احتیاج نیست بکنی، میایی توی مجلس، بالای مجلس کنار دست من میشی. چشم بابا تو چشم بابا، لگن شیما رو هم من بگی، یه ماشین خارجی بنداز زیر پای من، من هر شب نفر اول تو هیئتم. به موقعش. خب مگه هیئت برای تو مهم نیست؟ خب این ماشین خارجی هم برای من مهمه. برداشتی لگن شیما رو انداختی زیر پای من، روم نمیشه هیچ جا برم. خون شیما هم رنگین تره؟ گفتم به موقعش، فعلا برو ماشین رو روشن کن بری. بودو باباش. یک تربیت پنهان، یک اخلاق پنهان. یواش یواش ایچه از این دین جدید. یواش یواش ایچه کنار پدر و مادر و رقبای تربیتی دارن بچه ها رو تربیت میکنن. جان خوب هستی؟ ممنون خاله جان، اینقدر زود داری میری؟ قربونت بشم خاله، دیر وقت دیگه زحمت نمیدم بهتون. ممنون، لطف کردی. میگم زهرا جان حالش چطوره؟ والا خاله اولش تبش خیلی بالا بود، ولی الان خدا رو شکر بهتره، استراحت کرده. خدا رو شکر، لطف کردی پیشش موندی. خواهش میکنم، وظیفه‌مه خاله، قربون شما بشم. زهرا جان تو احیانا میدونی چرا حالش اینجوری شده؟ والا خاله به من گفت واسه استرس درساشه، ولی حالا شما محض احتیاطی دکتر ببرینش. اون که حتما فردا این کارو میکنم. اصلا غذا نمیخوره، عصبی شده، دیدی که چقدر لاغر شده. ای بابا نگران نباش خاله، ایشالله درست میشه، یه دکتر حتما ببرینش. حتما خاله، خیلی من برم خاله، قربونت بشم، دورت بگردم. خدا فضا خاله، سلام برسون تو هم جزه. خدا فضا. سلام ماما. علیک سلام. آسیه جان، میمدید بالا یه چایی میخوردید؟ قربونت برم خواهر، همه چی تو هیئت خوردیم دیگه. خیلی ممنون، نظرتون قبول. خواهش میکنم، قبول حق باشه. ولی خب اصلا درستیست شما تا اینجا اومدی بالا نمیای. دیر وقته خواهر جون، شوهرت هم خسته است، وقت زیاده. انشالله شما هم خسته نباشید. شبتون بخیر، خدا نگهدار. فعلا با اجازه، خدا نگهدار. بیا بگیر ببینم. حداقل میای ها، این کیفتو نمیاری، گوشیتو بردار دیگه. نمیگه آدم دلش شور میزنه؟ میدونی چقدر بهت زنگ زدم؟ میدونی چقدر نگرانت شدم؟ ببخشید ماما، شرمنده. بشین بشین بریم ببین. دخترم
چیه مو؟ چیه خوابه بد دیدی؟ من اومدم پیشتم دخترم. مامان یه ذره آب بخور، یه ذره آب بخور. آفرین. آز آزه آب باریکلا. بیا درست بکش. بیا بیا. میخوای بریم دکتر؟ آره؟ جونم میشه پیشم بمونی؟ آره ماما؟ چرا نمیشه؟ از پیشم نرو. باش، چشم، همینجا هستی. بخواب ماما، بخواب دارم من پیشه دارم، بخواب. داده اینجا چی کار میکنی؟ من هیچی، اومده بودم دنبال بیمارمون میگشتم. بایستم ای بابا تیمور پاشو دیگه، زور شد. ساعت چند آسیه؟ از زورم گذشته، چقدر میام صدات میکنم آخه؟ ای داده بیداد، چقدر کار داشتم، چقدر دیر بلندم کردی. پاشو مامان جان، پاشو پسرم. علی بابا پاشو. علی چیه چیه تونه؟ ایمونید خوابم. سلام.
سلام برو جکا. شیرینی من داخل تا بهتو بگیم. تیمور جان بی خبری خوش خبری، مهمونم اومد، شما هنوز خوابیدین، پاشین دیگه. علی بابا پاشو. علی نکن بابا پاشو. چیه نکن پاشو. نکن بابا پاشو. پاشو نیم ساعت دیگه. بلند شو داشتی نمادم. بلند شو باب کنه، مهمون نمیخوای. بلند شو بگیره نمیدم. بجون بجون بجون. به به سلام مادر جان. سلام عزیزم. دست شما درد نکنه، شیرین کام باشین. خبر خیره ایشالله. بله به مبارکی الهی صد هزار مرتبه شد. بیا بیا بودو این به موقع اومدیم، موقع نهاره. بفرمایین بفرمایین. سلام سلام خوش اومدین. بفرمایین آقا تیمور برای علی بکش. میکشم. نوشت جون. محمد یه ذره از اون گوشتا بریز برای نازگل. کافی آقا جون ممنونم. بخور جون بگیری دخترم. سلام 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 داداش. سلام عمه خانوم. چی؟ عمه خانوم شوخی میکنی؟ چه شوخی؟ مبارکه. آقا من قربون شما بشه. مبارک باشه. مبارک باشه خانم داداش. مبارک باشه خانم. من قربونت بشم. لحظه گوش کنید، میخوام یه چیزی بگم. من از خیلی وقت پیش تصمیمی گرفتم. حالا به میمانت اینی که محمد داره پدر میشه و زهران به سلامتی مطب زده، دکتر شده، اینو میخوام بهتون بگم. من میخواستم قصابی رو بزنم به نام محمد و جیگرکی رو بزنم به نام زهرا. حالا تو این هفته یه قراری بذاریم بریم محضر، این کار رو محضریش کنیم، خیال منم راحت بشه دیگه، تموم بشه. آخه آقا جون چه کاری؟ رو حرف من حرف نزن، تصمیمم هم گرفتم و تصمیمم بر نمیگردم. آخه آقا جون چه حرفیه؟ حرف شما واسه ما سنده. مرد حرف میزنه، پای حرفش هم وامیسته دخترم. تموم شد، نهارتون رو بخورید دیگه حرف نزنید. چشم. بفرم. آسیه جان، مثل همیشه خوشمزه بود. دستت هم درد نکنه. خدایا شکرت. دست در نکنی مادر. نوشه جان مادر، نوشه جان. نوشه جانتو. تیمور آسیه جان، خانومم، برای چی اینقدر نگرانی؟ مگه ما غیر قصابی و جیگرکی چیزی نداریم؟ مغازه ها رو داریم، دامداری رو داریم، این خونه رو داریم. من ناراحت نیستم. پس چی؟ نگران تفرقم. تفرقه چی؟ تفرقه بچه ها. تو الان جلوی چشمشون یه چیزایی رو به دوتاشون بخشیدی. اونای دیگه پیش خودشون چی فکر میکنن؟ نمیگن بابامون چرا به ما چیزی نداد؟ بچه های من به مادرشون رفتن. مثل خودت فهمیدن، میفهمن، باهاشون صحبت کن. بعد مگه برای اونو کم گذاشتم؟ باهاشون صحبت کنی درک میکنن. خدا ایشالله بهت 120 سال عمر با عزت بده. نیاز به هیچکی نداشته باشی. اما با خودم فکر میکنم که حتما به من اطمینان نکردی. با خودت گفتی من نباشم آسیه اینا رو بهشون نمیده. آره؟ من هم چه حرفی زدم؟ من منظورم این بود یه دینی گردن منه، میخوام ادا کنم. تو که خودت در جریانی، تو باید پشت من باشی، همراه من باشی. بعد اینجوری ناراحتی میکنی، خب ناراحتیت به اونا انتقال پیدا میکنه دیگه. خدا شاهده، خودت هم میدونی که از مادری هیچ وقت براشون کم نذاشتم. میدونم. الانم اگه کاری نداری من برم، خیلی دیرم شده. علیاس اگه کاری داری بهش بگو برات انجام بده. کاری نداری؟ برو به سلامت. آقا محمد گل، آقا محمد گل، ببین شما زدی ترکوندی ولی فدای سره. ببین من این جلو رو بدون رنگ میتونم برات درارم، ولی پشت رو جفتش رو باید رنگ کنم. دمت گرم. دستم درد نکنه. قربونت برم. دیگه بعضی وقتا من بیشتر مراقب باشم. مراقب رانندگی نمیتونی. نه بابا دارم پدر میشم.
بابا مبارکه به سلامتی. شیرینی کو تو ماشین؟ نه دیگه، سبکو پدر بشم بعدش من شیرینی کل شهر رو بچینم. به سلامتی، به سلامتی پدر دیگه. آره حس پدر بودن رو به من میگی؟ الان که نمیدونم، ولی خب حالش خوبه دیگه دوست. من خودم رو اصلاح کنم، اول از رانندگیم شروع میکنم یکی یکی. اون مهمه. ببین اون اصلاح درست نه، ولی رانندگی رو نمیتونی اصلاح کنی. یعنی تو خونه هیچ کدومتون نیست، خانوادگی شما اصلاح رانندگی نرین. همش دارین داغون میکنی. چرا که دختر آقا شریفی صبح ماشین رو آورد اینجا دیگه. تو از کی تا الان ماشین خارجی تعمیر میکنی؟ خارجی چیه بابا، داخلی 206. شیما با 206 اومد اینجا. آره. کجاشو زده؟ نزده زیاد. ببین یه خورده اون گلگیری جلوشو میبینی؟ یه خورده مالونده. من ردیفش میکنم ها، بدون رنگ. خیالت راحت، دخترن دیگه، حساسن. میان یه جا میزنن، میان ردیفش میکنن. سلام، خسته نباشید. امرو هر که هرچی خورد مهمون من. نوه‌دار شدم. یه پرس و پرو پیمونم بزن، میخوام ببرم. خاله داشت نهار بگم بیارم. شما خوردی؟ من نه. با هم میخوره. باشه باشه. سلام آقا میزه. سلام حاجی جون. سلام هشتی. خدا خیرت بده. سلامت باشی. نوه ما به هم برگردوندی. اجازه بده. اجازه بده دستتو ببوسم. تو رو خدا خواهش بکنم. حالش چطور؟ حالش بهتر الحمدلله. خدا رو شکر. تو این دور زمونه که آدم 1000 تومانی به کسی کمک نمیکنه، حاجی 25 میلیون تومان خرج عمل به بچه‌مو داد. اجازه بده دست. نکن مشتی، حرفا چیه؟ من با خدا معامله کردم. الهی شو که عملش کردن. آوردنش تو بخش؟ آره آوردنش تو بخش. حالش بهتر شد. خدا رو شکر. حاجی چه کاری از دستم برمیاد؟ هر کاری که بهم بگی من انجام میدم. تو رو خدا، تو انسانیت در حق من تمام کردی حاجی. قربونت برم الهی. سلامت باشی. فدا چم. سلامت باشی. بگو چی کار کنم؟ برو مراقب نوت باش. اگر همشب رسیدی بیای. چشم، به دیده منت، چشم، حتما میام. با اجازه شد، با اجازه شد. فعلا خدا حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدار. یا علی. الهی شکر. سلام استاد. سلام. تو اینجا چیکار میکنی؟ مغازه رو سپردی به امون خدا اومدی اینجا؟ خیالتون راحت، موجی در مغازه است. اومدم یه چیزی بخورم. یه سوال ازت بپرسم. بپرس. من پیر شدم. دور از جنوستان یه حرفا چیه میزنی؟ ولی انگاری پیر شدم دیگه. نه بابا، حالا چطور مگه؟ آخه میگن اونایی که پدر بزرگ میشن پیر میشن. اوستا پدر بزرگی جوانم داریم دیگه. سب کمینم چی گفتی پدر بزرگ؟ مبارک باش اوستا. قربونت برم. آره دارم پدر بزرگ میشم. خب به سلامتی قدمش بساز انشالله. سلامت باشی. انشالله پدر بزرگ شدن خودت. میگن نوه دختری خیلی هم شیرین تره. حالا کوتا پدر بزرگ شدن ما. پدر بزرگم میشی ایشالله. هواشو داری دیگه؟ آره اوستا، حواسم هست. خیالت راحت. حالا ولش کن اینا رو. کار کاسبی چطوریه؟ چه خبر؟ خوبه یا نه؟ خوبه، میچرخه خدا رو شکر. خدا رو شکر. از دامداری چه خبر؟ دامداری هم خوبه، رو رواله. اون وسایلی که بهت گفتم رو گرفتی فرستادی دیگه؟ دقیقاً همونایی که گفتین گرفتم فرستادم اونجا. بنبر جونم بابا، یه گوسفند چاقچله پروردی بذار کنار، نظر این بچه ها کردم. چشم استا، من میرم یه جا کار دارم، حواست به مغازه باشه. ای بچه یا علی. سیا دو سیخ واسه من بذار. چرا حالت خوب نیست؟ نه سخن. خب بهم بگو حالتو خوب بکنم دیگه. حالا میبرم بهت ماشین، یه چیزی بهت میدم، یه کادویی که حالت دیگه زرجش. راست میگی؟ آره. بقشتم بهت گم. نه خب برو تو تابلوشن کن. برو تو منم. اوستا، این قرار سیلان کافیه؟ آره فلان کافیه همینه.
آره جان. جانم آقا. با اینا میزنه کثیف نباشه. دلو چشم. خوش نبا جان. پر کن. زیادن کم میاد. بله بله. اوستا چایی درب کشیده. یه نگاش بینید. خوبه؟ به میگن چایی چی بود پارسال دم کرده بودی جوشیده بودی ایشکی نخورد؟ ای بابا تقصیر اسخریه شولش زیاد کرده بود دیگه آره بندار لنگه اسخری اینا رو کی را داده؟ خدا آقا شریف میده چی کار زیاد نچین تو دو تا بچین نریزی شب دوم محرم شد یعنی شب ورود کاروان امام حسین به کربلا قبل از ورود به کربلا حضرت با حر روبرو شده بودند حر چه بود؟ یکی از فرماندهان لشکر ابن زیاد که لشکر امام حسین رو به طرف بیابانهای کربلا منحرف کرده بود کسی بود که آب رو به روی حسینیان بسته بود ولی به امام حسین پیوست و نامش جز 72 تن شهید ثبت شد اسخری روز عاشورا نمیخواد چایی پخش کنی امام آمد ببر بذار تو آشپز و با عمرو بن سعد صحبت کرد اتفاقا هر هم در اونجا ایستاده بود حضرت امام پیشنهادهایی به عمرو بن سعد دادند که او قبول نکرد وقتی حضرت رفت هر به عمرو بن سعد گفت چه خیالی در مورد ایشان داری؟ گفت جنگی با حسین بکنم که آسان‌ترین اون این که دست ها از بدن و سر از پیکر جدا شد هر سر را پایین انداخت ناراحت شد و آرام آرام به طرف لشکر حسینی حرکت و به امام گفت آیا توبه من پذیرفته می شود؟ من دل فرزندان پیغمبر را لرزاندم امام پاسخ دادند البته پذیرفته می شود باب رحمت الهی همیشه به روی توبه کننده باز است خواهران اجماعا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد الهی قربونت برم که اینقدر مشکلی است ارزتمون شالله مثل درست تموم شه به فکر ازدواج بیفته بس دیگه سخنرانی ایراد شده چون امام فرمود من فردا صبح میرم خواستگار نگو این حرف رو عزیزم تو همین الان هم نهت تن کنی دیگه قصد ازدواج رو کلی خواستگار واسه سب کشیده از خانواده خوبی نیستی که هستی بابات پولا نیست که هست خواستم که ماشالله مشکل رو تحصیل کرده دیگه طرف از یه زن چی میخواد بده بسه ارزم که تو رو عزیزت میکنم خیلی طولانی شد سمیم چی کارش کنم چرا به آدم هم که کمکت کنم این که هم رشته توی بیچاره اینقدر بهم کمک کرد مردم من دارم بیاد هر کس هم میخواد بیاد بیاد تو نمیخواد حرف بزنی من خودم بهش میگم کمک رضایت ما همون رضایت خود این همونه که تو گودی قتلگاه بود یه بار دیگه میام خوب گوش بدید امام حسین تو مکه تو سخنرانی این جمله رو فرمود رضا الله رضانا اهل البیت هر چی خدا راضی بشه ما راضی این جمله رو تو قتلگاه تکرار کرد گفت الهی رضن به قضائک سومین پیام خطبه امام حسین جوانان برادران خواهران بینندگان عزیز سعی کنیم خدا از ما راضی میدونم سختی میکشی یتیم داری سخته
الهی خدا هیچ عاشقی را از هم دیگه جدا نکن. پیغمبر بدبخت چی بگه؟ من درد تو رو کاملا میدونم. پیغمبر وقتی که زنش مرد اون بچه رو به دندون کشید بزرگ کرد. درد تو میفهم مادر. آقا فرمودن جگرم خون من کتمی داری سخته. تو با ما باش. خسته شدم. خواهر من خدا, خدا به حجاب شما راضیه یا بی حجابی؟ اصلا کار ندارم حجاب واجبه یا نه. خود شما بگو حضرت زهرا و حضرت زینب رضایتش به بد حجابی یا با حجابی؟ خودت اصلا یک و دو گزینه ها رو بذارید کنار هم. آیا خدا به رابطه با نامحرم راضیه یا به ازدواج؟ خدا به مال حلال راضیه یا مال حرام؟ خدا به رشوه و ربا راضیه یا به حقوق شرعی؟ آقا جون ببینید یه مثبت و منفی بذارید کنار هم اینا رو ردیف کنید. خدا به دروغ راضیه یا به صداقت؟ خدا به خیانت راضیه یا به امانت؟ کاری نداره. بعضی ها فکر میکنن رضایت خدا یعنی چی؟ هیچی. رضایت معلم یعنی چی؟ یعنی درس خوندن. رضایت پدر و مادر یعنی چی؟ به حرفش گوش کردن. رضایت خدا یک کلمه است. عمل به بایدها